فعلۃ در ثلاثی مجرد برای مرۃ آید. دیس دا فعلۃ وزن صدا په ثلاثی مجرد کی یوزلی د پار رسی مرۃ منا یوزلی د پار رسی لکه چون تو وای ضربۃ معنا شو یک بار زدن یوزلی ویل. و فعلۃ وزن سکم د فعلۃ فعلۃ یو کی زبر شو بلکی زیر شو برای نوع دا دی نوعی دا پارا سیرشی وشی ولا نوع خای دی وشی ولا قسم خای دی وشی ولا حیعت شکل خای مثلا لکتوائی چه سویب غاتون مانا دا یک نوع رنگ کردن یو کسم رنگ کول زیر رنگ کول سور رنگ کول شین رنگ کول یو نوع. و فعلتون برای مقدار او د فعلتون وزن مقدار د پر استعمالیږي. وزن ټول یو شون دي دا خیو کې زبر رول فعلتون بلکې زیر رول فعلتون بلکې فیش رول فعلتون ټیک شو. زبر والا چې شي د پر استعمالیږي یو زلی د پاره او د زیر والا نوع د پر استعمالیږي د پیش والا مقدار د پاره لکه اوکلاتون معنا یکی وا نوړی و لقمتون یکی وا گله صحیح شو. فائدہ مخت فائدہ خی برائے مبالغہ صیغہ فعال آید برائے مبالغہ د دی مبالغه د پاره خا کنه صیغہ فعال آید صیغہ شر سی فعال رسی خا کنه برائے مبالغہ مبالغه د پاره صیغہ صیغہ حکم د فعال آید فعال کو وزن رسی یو فعال د عین بنشاد نه وای سیدا بل د فعال لک ضرب زوراب لمرته دا سړی خپل خزه ډیره وایي زوراب لمرته سراب لزوجته. فعال دویم وزن اندی په وزن دا خود شه د پیش ته په پابند دی لکه توال من ډیر اوږد سړی ډینګ سړی ډینګ خزه. فاعل دریم وزن مو سره د فاعل لکه حاضر حاضر من ډیر زیات احتیاط کوونکی انسان ډیر زیات چوکن. بل وزن د مصرف فعیل لکه علیم الله تعالی د پر استعمالیږي الله تعالی د علم والا ده او دا د صفت مشابه والا صیغه هم ده. خوسی څه و فرق در معنا صیغه مبالغه و اسم تفضیل این است د صیغې د مبالغې او اسم تفضیل کې فرق دا ده چې در صیغه مبالغه په صیغې د مبالغې کې منظور زیادت می بشه ده دې کې د زیاتوالو منظور وي سړي ته مقصود وي صحیح ده خو څنګه مقصود در معنا فاعلیت د فاعل ولا معنی کې فی حد ذاتی په خپل ځان کې فی حد ذاتی څه معنا ده خپل ځان کې نه نظر به دیگر بل چوته ورکی قتل مقصود نه وي بل چوته نسبت مقصود نه وي. و در اسم تفضیل او په اسم تفضیل کې زیادت منظور می باشه ده زیادت ورکی مقصود وي خو نظر به دیگر بل چوته نسبت واکی ورکی بل شوگا تو سترګو کې نیول وي لکه ازرب من زید دا سړی زید نه زیات وینکی آج کل سے زید ڈیر وین کے زید ان زراب بس وین کے منہ سے رچو کر دو ان کا جیسے کہ سنا نہ زید نہ زیوت وین کے زید بنے تو سغری ماں کو دین خالد زیوت وین کے صحیح شوا یا ازرب القوم پخپل علاقے کی دا ٹول نہ زیوت وین کا کاستا خواند گفت ندایل شکانا زنین دا ترست زیوت وین کا دا از زید دے زید نہ یا زنین دا ترست از قوم مانای دا غٹا کسو وزی صدی قوم نہ زیوت وین کے صحیح دا. و اگر صرف لفظ اضرب اکبر آید کدوی کبھی اس میں تفضیل ولد سی وزن رول افعال وزن استعمال دا بل شسر نی رغلی نبی سم معنی نسبت مقدر می بشد دی نسبت والا معنی بی اور کی پٹوی خا کنا مقدر می بشد منا پٹی مثلا در الله اکبر دا الله اکبر جملہ و گرے تو سیس الله اکبر الله ډیر لوی دا معنی دا نه دی معنی دا الله دی ارچ شینه لوی دا
چوک دنه تاسو کې د دې کې خو ارشه نشته مو ته شته د مراد این است مراد دې ده کې اکبر من کل شیئن الله تعالی بزرگ تر است الله تعالی ډیر لوی د از هر شی د ارشه شنه و معنا زراب نو دی زراب نو معنا سد زیاده زنند زن زنند است زیات و یون کده و بس نو نور کی چنشتو ها نسبت با کسی ملحوظ نیست بل چوت نسبت ور کی نکول شی یوا فایده مویل دویم فایده صیغه فاعل در اعداد دی فاعل وزن ولا صیغه سد په عددونو کې په شمار کې چې شي د پاره استعمالیږي برای مرتبه می آید مرتبه د پاره استعمالیږي مرتبه نه د مرتبه نه شیل مرتبه خامس څه معنی د پنځو ته نه شیل بلکې به معنی پنجم پنځم تیل شي و عاشر به معنی د هم لاسو ته نه شیل یو دوه درې پنځه شپږ لاس داسې نه ده عاشر معنی د لسم یعنی آن چې در شمار به این مرتبه باشد یعنی هغه شاید څه په شمار کې اندي مرتبه کې هغه د پاره د ټکه به استعمالی صحیح ده مگر در مرکبات ښه که بیا مرکب ټکه یا لکه دیزي کې خو لاسو پرې خبرې که بیا ته دولس دیارلس څوارلس یې بب سنګی نو جزې اول را به وزن فاعل سازند د اول جز څه ده دا به د فاعل په وزن جوړ کې صحیح ده جوړیږي به و ثانی را به حال خود ګزارند او د دویم ټکه څه ده دا به په خپل آلات پرېږدی ښه لکه ته حادی عشره منه ایولسام سیم کلوس کې ثانی عشره زه دولسم کې مای پی سي کومه ثانی عشره یل شو بدلېدو حادی ثانی فاعل وزن ده کنه د عشره په خپل آلات ده حادی و عشرون اکیس اکیس تیل شي که اکیس وا تیل شي اکیس وا رابع و ثلثون منه څلور دیرشام داسې ناسې څلور دیرش وایي څلور دیرشام و در عقود بعد عشره او په د شمار کې یا په د ګڼلي کې صحیح ده لاس دوله شل دیرش څلوېښت دهایي څه دي که کله ته دویه یې کنه لاسو نه بعد همون عدد همده شی ته عدد څه ده اسم برای مرتبه هم بشه دغه مرتبې د پاره استعمالېږي لکه ته څه عشرون عشرون معنی بیست شل تیل شي صحیح ده هم باشد و بستم هم بیستایل شي څه شل او داسې یل شي څه بیستم منه شلام صحیح ده بیست نه یې جوړ کړی بیست کنه ته د څه شولو و صیغه فاعل او د فاعل وله صیغه چې کومه ده برای نسبت هم می آید نسبت د پاره راځي ښه و این را فاعل ذی کذا ګویند داسې حالات کې به دې تیل شي فاعل ذی کذا ښه کنه فاعل ذی کذا منه څه دې وچوله حالات د تخای ښه کنه ذی کذا د شان دی ذی کذا څه معنی ده دی شان دی لکه توی تامیرون تامیر منه کجور والا سړی کجوری څه خرڅوي کسی پایل منه لابینن منه شدو خرڅوي که شدی ګرځي دا زړه وکای و منه صاحب تمر دی کجور والا صاحب لبن دی شدو والا و هم چونین انده شان تی بل وزنه مصره شد تمارون لبانون فعالون وزن دا کنه تمار منه کجور خرڅوي که لبان منه شدو خرڅوي که